با سلام و درود احترام خدمت هموطنان در سراسر ایران و دنیا، هموطنانی که به خودشون، به کشورشون و به دنیا اثبات کردن که ورای فکر نمی‌کردن هستند. مجرد اینتردی چه سری عقبش نکردن. دیروز پنجشنبه بود، تعطیل بود، ولی سری قالیباف اومد و گفتش که آره نه، ما هدفمون این نبود، اون نبود. بلافاصله به فلان خوردن افتاد. اینا آخه میدونید فراموش کردند. شما باید مرتب تو گوششون فرو کنید که شما خدمتگزاری مملکت هستید. شما از ما حقوق میگیرید. شما عملا نوکری ملت و این کشور هستید. چرا فکر میکنید از بالا نگاه به مسائل؟ البته تقصیر شما نیست. تقصیر اون دینی است که شما رو به ملت ایران غالب کرد. اون دینی است که شما خلاصه همه چیز فلان تمام رو اول غالب کرد. خمینی دجال. من دجال خیلی شنیده بودم، ولی واقعا ندیده بودم تا اینکه خط دجالم دیدم. تا اینکه یک مفعول میاد میشه خلاصه رهبر فرزانه و میاد ادعای ولایت امیرالمومنین رو میکنه. خب عقب نشینی کردم و ببینید، من البته گفتم به بچه‌ها کاری نکن، ولی خیلی جاها بستن، خیلی جاها در چیز نماینده مجلس گل گرفتن دفاترشون رو و خیلی از خانواده اینا، دامادای اینا، عروسای اینها، بچه‌ها اینا تماس گرفتن آقای محمدی ما کاره نیستیم، ما عدد نیستیم و پدرمون غلطی کرده، چرا تو سرسوت ما توف میکنن، چرا خاک میزنن صورتمون و خیلی کار دیگه کرده، خیلی حرف زشت بهشون زدن. گفتم که دوست عزیز، اون زمانی که میرفتی به انتخابات تبلیغ می بالا پایین میکردی، با توی اینجاش هم میکردی. شما پدر نوکر و خدمتگزار این دولت هست، این میچی ملت هست و در ضمن قانونگذار باید باشه. از قانون چی سرش میشده؟ فقط رفته نماینده مجلس شده که بتونه رانت بگیره، پارتی بازی بکنه، پول بگیره، وام بگیره، دزدی بکنه، کلاه بذاره و دمار زمین مردم را بیفته. همین رئیسی بود، نه محمد رئیسی، نماینده شهر کرد. مثلا تعریف میکرد تو سر استخر نشسته بودیم با هم یه سر توی حیات من. میگم من زمان نماینده مجلس میدم، میگم وای خدای من نماینده مجلس چی هست؟ ولی الان شده نماینده مجلس و از این حرفا جست میگرفت. بعد اینقدر در مسائل کاشیش افراد و تفرید کرد که برده و دختره رو بالای کوه و از اونجا هم خلاصه سرنگون شد و مدت ها درگیر بود. یک کلاس سواد نداره، یک کلاس. برادرش داماد آقای محسن رضایی، اون ظاهرا لیسانس حقوق داره، به این میگفت استاد دانشگاه بود، زمین همه استاد میگفت چی بود سر کلاس بگم. اینو من نزدیک با گوشه خودم چی خودم میدم. خب نماینده مجلس نه این است، نه این است، اون است که قانونگذار باشد، سواد داشته باشد، مملکت رو بشناسد، منطقه شو بشناسد، از این حرفا. و اینها تازه حالا گوششون افتاده که اینا سپر بلای حکومت هستند و مردم به شما رحم نمی کنند. چرا رحم بکنند؟ کسی که آمده نماینده مجلس رو باید قانون گذاری بکنه، همه کار میکنه غیر از قانون گذاری، باید تنبیه بشه، باید پوستشو بکنن، باید بره سالها و سال زندان بخوابه تا عقل سر جاش بیاد، تا دیگه کسی هوس این کارا نکنه. بچه من دوستان، من گفتم من دشمنم حاضر نیستم آسیب ببینه، ولی جوونه افسرشون نمیشه. میگه یکی دیگه نمیشه کامل زدی، آقا چرا گفتی مثلا ما داریم ترتیبشون رو میدیم، چرا گفتی هوشیارشون کردی؟ من نمیخوام خون آدم ها کسی بیاد، برای خودشون میخواد، تقصیر من نیست. میلیاردها تومان خرج میکنه بیاد نماینده مجلس باشه، چرا؟ چه منافعی داره توش برای تو؟ وامدار و دندار چند نفر میشی تو تامین نماینده مجلس بشی؟ به چند صد نفر قول میدی؟ چون اونجا رفتی مجلس نفوذ آره در وهمت. خدمت شما هستم که من یه نامه میخوام براتون بخونم، بعد میام دنبال ادامه مطالب. این هم از چیز آقای قالیباف هستم بکنم. واکنش اینستاگرامی رئیس مجلس به محدود کردن اینترنت. قالیباف میگوید مسئول سازی در دستور کار نیست. نه باشه جان مادر، بکن بی چی کارت میکنند، بکنید ببینید ملت با شما چه میکنند، بکنید، ضرر نداره، جرأت دارید، شهامت دارید، اسمتون مرده، بکنید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، چی کسی رئیس مجلس، چه سرلاسی دزدا، چه خائنی، چه بلفطره، چه جنایتکاری.
روز پنجشنبه 7 مرداد تایید کرد. مسعود سازی در پلتفرم پرکاربرد مانند اینستاگرام، واتساپ و در دستور کار مجلس شورای اسلامی نیست، اما او از کارشناسان خواست در مورد طرح بحث برانگیز سیادت از حقوق کاربران در فضای مجازی در ساماندهی پیام رسانه های اجتماعی که روز چهارشنبه یکی از گام دیگر به اجرای نزدیک شد تحت تاثیر فضای سازی قرار نگیرند. آره بکنید، این هم اشکال نداره، ولی جرئت نمیکنید. یک سری عقدشینی کرد تقدیم. یه نامه هست دوستان، من اینو بارها پخش کردم ولی میخوام براتون کاملش رو بخونم، هرچند که بخونیم صفره ولی میخونم. این نامه چکیده تمام میلیون ها جلد کتاب در دنیا است، چه اینوری چه اونوری، چه خائنین چه دشمنان چه دوستان، ولی اینقدر اونهایی که منافع دارن کم رنگ کنن این نامه ها رو که خونده نشد. شما هر چی کتاب سیاسی و فلان و مذهبی رو بریز آشکار، این چکیده تمام میلیون ها جلد کتاب است. خوشبختانه این آقای ماکسیم گورکی، خب یه نویسنده معاصره دیگه، مال سالهای اخیر هست و واقعا شاهکار که توی نام این نامه رو باور کنید، به نظرم کپی کنید دیگه دارید، یه جا نگه دارید، هر هفته درسی یک بار بخونید تا سرتون کلاه نره، سرتون کلاه نره. آقا ماکسیم گورکی نویسنده فرانسوی روسیه در 105 سال پیش، در جهان سه گونه دوست هست. آقای انیشتر یه جور گفته، الان اینم یه جور گفته. یک دوز معمولی، دو دوز سیاسی، سه دوز مذهبی. دوزان معمولی کسانی هستند که پول، کیف، جیب، ساعت، زر، سیم، وسایل خانه و اینا شما رو میدوزدن، برای سیر کردن شکمشون میدوزدن. دوزان سیاسی کسانی هستند که آینده، آرزوها، رویاها، کار، زندگی، حق، حقوق، دسترنج، دستمزد، دست تحصیلات، توانایی، اعتبار، آبرو، سرمایه ملی شما و حتی مالیات شما رو میدوزند و چپاول میکنند. اینا دوزه سیاسی هستند. دوزان مذهبی کسانی هستند که این دنیای زیبایتان را، این دنیای زیبایتان را جرأت اینو همیشه میدوزند، جرأت اندیشیدن را به اختیار از آن، این دنیای زیبایتان را، جرأت اندیشیدنتان را، علم و دانشتان را، عقل و خردتان را، جشن و شادمانیتان را، سلامتی تن و روانتان را، دارایی و مالتان را و هر چیزی می‌دوزند. تازه یک چیزهایی نیز به شما گران می‌فروشند، مانند خدا، دین، بهش، خرافات، جهل، غم، اندوه، سوگواری، افسردگی و دوزان مذهبی و استخوان فریبنده باغ بهش را به شما نشان می‌دهند و دروغ می‌گویند، می‌فریبند، سواری می‌گیرند و شما را در فرومایی و فقر و بدبختی و نکبت نگه می‌دارند. دوزان مذهبی با سخن فریبنده باغ بهش را به شما نشان میدهند و دروغ میگویند و میفریبند، سواری میگیرند، شما را در فرومایگی و فقر و بدبختی و نکبت نگه میدارند. چه صادره میگویند. تفاوت جالب اینها اینجاست که دوزان معمولی شما را انتخاب میکنند. دوزان معمولی شما را انتخاب میکنند، اما دوزان سیاسی را انتخاب میکنید. همینطور شما مکتب دزدان، دکتر مکتب دزدان مذهبی را انتخاب کردید و با آن ارج می نهید و بزرگشان می کنید. خوب می فهمید حرفا را، نه؟ حالا درک می کنید، قشنگ با پوست و گوشت و سخون درک می کنید. همینطور شما مکتب دزدان مذهبی را انتخاب کردید و با آن ارج می نهید و بزرگشان می دارید. تفاوت دیگر و بزرگتر این که دزدان معمولی تحت تعقیب پلیس قرار می گیرند، دستگیر می شوند، شکنجه می شوند، شلاق می خورند، زندان می روند، دست پایش را به چپ و راست می برند، تحقیر می شوند و اما دزدان سیاسی و مذهبی هر دو توسط قانون حمایت و توسط پلیس محافظت می شوند، پست مقام بالاتری می گیرند، زور می گویند، ستم می کنند و از شما طلبکار هم هستند. سخنرانی ماکسیم گورکی نویسنده نامدار روس در کانون نویسندگان روس در سال 1916 مسکو. خب این دیدین که دوستان، این دیگه چکیده یه تمام اون چیزهاییست که میان سر من شما رو کنم بزنم دار خود بمیدونم. ما نمیدونم دین نداشته باش، اما به قول مولا صدرا که خودش یک مذهبی به تمام معنا بود، ولی میگفتش که بین بنده و خداش رابطه نیاز داره. اگه خدا
خالق توست، خودشم باید ارتباط برقرار کنه. تو نیاز به واسطه نداری، واسطه است که روزی رسان سیام میکنه. دلالا دینی اصلا دونه میترسوندن و خون همه با هم شریک هستن. علی یک نفر آدم معمول هست. خب اینو دوستان براتون خوندم، تو کانالم گذاشتم، تو همه جا پخش کردم. باز یه دفعه دیگه بخونید، گوش کنید، گوش کنید، ببینید، گوش کنید، چکیده تمام اون چیزی که میان و گوش من شما رو میبرند. خب اسرائیل در پیش یک گونه دلتا کرونا در دوز سوم فایزر رو هم افراد مسن تزریق میکنند که دیگه خود سوابقش مشخصه. و میگه ما شکست خوردیم، ما غلط کردیم، ما آمدیم هارت هورت رو بگیریم، خود انتخابات زدیم، اینا نوچه شما هستند. خب دوستان یک گرونه وحشتناکی تو راه هست، بدون برو برگرد، چون اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن، دستشون چی نمیارن. فقط دو روز مردم چیزی نگفتم، ببین چه اتفاق بین خودشون افتاد. آقای رهبر کاپیتان و سرپرست همون دوزایی که الان در سر کار هستن به آقای روحانی فرمودند که شما درست عمل نکردید. روحانی هم امروز جواب دیروز جواب شد داد که شما فکر کنید حکومت امیرالمومنین هستی که حرفا رو میزنی و از این حرفایی که تو خودشون هست و حرفای طلبگی که یک قرون نمیارزه. یک گرونی تو رو هست دوستان، چون اینا نمیتونن کاری انجام بدن، فقط به فکر همون فعلا موقت و امور خودشون هستن و مملکت کنن ویل کردن. کلی هاشان مملکت خارج شدن و مرخصی گرفتن، مرخصی به حقوق گرفتن، مرخصی فلان گرفتن از این حرفا. خلاصه اونایی که ترسی ندارن همه‌شون دارن غلط کردن، غلط کردن تو چیز دیگه دلیل میگن که آقا این از این حرفا. من از شورای گذر دو سه بار قول دادم، دوباره تکرار میکنم، یه ظرفی ان شاء الله یا دو روز فرصت جمع شد. در مورد اینترنت، شهر قم از این 42 سال تقریبا 34 5 سالش رو بالاترین آمار دیدن فیلمای پورنو تو قم داشت. هنوزم داره. بله خدمت شما عرض کنم که یک فیلم دست صمد آقا از یادم رفته، اینا تو اتاق تنها بودن با هم دیگه، بعد صمد به لیلا گفتش که ببین یه بار شیطان نه تو جلدت بیه تو رخت خواب ما بخوابی ها. لیلا گفت تو مواظب جلد خودت باش. آقایونه حکومتی ها خجالت بود، خجالت که نمیشه هم نمیگو، ولی مردم چنان لگ و لوردتون بکنند، این قضایی به شما سرمون نیستید، از حرف بزشت. نمیخواید اون جور نابودی رو دوست دارید، استقبال میکنید و بغلش میکنید. مردم رو تو زمین نخواهند زد، شک نکنید. بس بس دیت فاخر خود کشور خواهد افتاد و همینقدر گذرا بگم که شاهزه ایتون شهیدن مشغول هستن و شهیدن کار انجام میدن و کارهایی رو میکنن به دور گذار که با کمترین تأخیر انجام بشه. خب که اون کلیپ گذاشته راجع پیش در مسئله اقتصادی و اینها، این یکی از شاهکار هاست. من نمیخوام بگم مال چه شاهکار من، نه شاهکاره، ولی بیننده زیاد نداشته و تازه اونم که دیدن همه نصف کاره ویل کردند. اگه شما حق و حقوق تو میدونستی یا بدونی یا بچه ها بدونند برای آینده، کسی نه حق و حقوق تو رو بزنی. آقای حق من از این کشوره، سهم من رد کن بیاد و بیاین. این کلیپ ها دیگیرتون نمیاد، تکرار نمیشه، دو میشم بعد از 3-4 ساعت دیگه میذارم، ولی امیدوارم نسل جوان به حق و حقوق خودش آشنا بشه. حرف من اینجاست، تمام توی سه کلیپ بخوام بذارم هست، ایام بخوام بذارم.